توی سرزمین بازیمون لنز بتوین تعدادی اوتر گاد وجود دارن که تأثیرات زیادی روش گذاشتن، خدایان بیرونی و خاص. یکی از همین اوتر گاد ها گریتر ویله که به لطف گلدن اوردر و بعضی از شخصیت های بازی قدرت اصلی دست خودشه، خدایی که صاحب الدن رینگه، خدایی که ارتری رو به وجود آورده. ولی نکتش اینه که قبل از گریتر ویلم به نظر میرسه یه سری خدایان دیگهی توی سرزمین بازیمون بودن. یکیش فرملس مادره که بهش مادر آف تروس هم میگن، یعنی مادر راستی ها، اوترگادی که صاحب تمامی اینکانتیشنای بازیمونه، اسپلای که توشون آتیش دارن. بازی بهمون میگه بعد از اینکه فرملس مادر خودشو به ماگ نشون میده، ماگ رو تحت تاثیر مهارت‌های خودش قرار میده و این باعث میشه ماگ کاملا به اینکانتیشنای خونین یا همون بلاد مسلط بشه. گریترون ماگ رو هم توی اینترنت دیدم، خط آخرش نوشته ماگ توی یه باتلاق چرکین و فلاکت بار به دنیا میاد، ولی ماگ بهش عادت میکنه و باهاش خو میگیره. دقیقا هم به همین دلیل گریترونش آغشته به خونهای نفرین شده و سمیه. علاوه بر فرملس مادر، یه خدای دیگه که بهش میگفتن خدای توین برت ها هم قبلا توی سرزمین بازیمون سکونت داشته، ولی بعدا سرزمین رو ترک میکنه، چیزی هم از خودش به جا نمیذاره به جز آینه پرستیدن شعله روان یا همون گوست فلیم و یه سری دسترایت برت، پرنده های مرگافرین. همچنین توی سرزمینمون شعله فرنزی، فرنزیت فلیم رو هم داریم که درست معلوم نیست که خودش یه خداست یا نماینده یکی از اوترگات هاست. چیزی که درباره خدای شعله فرنزی میدونیم اینه که گلدن اوردر و ارتشش میان سه تا از انگشتای این خدا رو از دستش جدا میکنن. توی بازیمون بهش میگن تریفینگر. توی ویدیوی امروز قراره درباره بچه های یکی از این خدایان صحبت کنیم، الهه‌ای که قبلاً توی سرزمین بازیمون حضور داشته و هر جا میرفته با خودش یه بیماری همیگیر رو پخش میکرده، بیماری که به بچه هاش امکان زندگی کردن میداده، تا اینکه یکی از جنگجوهای همه فن حریف بازی این الهه رو از سرزمین بازی بیرون میندازه. ولی دیگه خیلی دیر بوده، چرا که بچه‌هاش کیندردز آف رات الان کاملا تکامل پیدا کرده بودن و میخواستن الهه خودشونو دوباره برگردونن، حتی با اینکه الهه یا همون مامانشون دیگه الان کامل ترکشون کرده. این بچه‌ها واقعا چندش و تنفرآمیزن. همونطور هم که میبینین بدنشون شبیه میگوه، ولی واسه من بیشتر مثل هزار پا میمونن. توی نبردایی که باشون داشتم این حسو ازشون گرفتم، چرا که دقیقا مثل هزار پا میتونن با هزاران دستی که زیر بدنشون دارن روی زمین بخزن. روی سرشون هم اگه با دقت بهشون نگاه کنیم متوجه میشیم یه سری شاخک نوک‌تیز دارن، ولی همونطور که گفتم زیر بدنشون واقعا یه سری دست دارن، انگار دست آدم هم هست. در ضمن اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین بالا کردنش بهم کمک بزرگی میکنین. بچه‌ها کلن سینه‌شون و شکمشون همش دست آدم روشه، دست اصلی خودشونم که باش سلاحشون رو نگه داشتن مثل دست آدمه، از اون دستای زیری هم بلندتره. وقتی هم میکشیمشون توی خودشون میپیچن، دقیقا مثل وقتی که اولین هزار پای زندگی واقعی مکشتم، گفتم این چرا توپ شد. به هر حال این موجودات هر چیزی که هستن به نظر میاد آناتومیشون همچین یه ذره به انسانها هم شباهت داره، ولی این شکل فیزیکیشونه که ما داریم میبینیم. دلیل این که یکم مثل آدمن اینه که یکم هم مثل آدم ها رفتار میکنن، میدونن باید مامانشونو برگردونن، ولی با این حال کلی از آیتمای بازی توی توضیحاتشون نوشته که مامان اینا میاد اینا رو رها میکنه. آیتم کیندرد رات اشز بهمون میگه با استفاده کردن از این آیتم میتونین یک آفت خزنده رو احضار کنین، حشراتی که چون سخت پوستن موقع حرکت یه صدای خشخشی ازشون میاد، حشراتی که در مقابل دشمنا واسه دفاع از خودشون یه ماده چسبناک رو تراوش میکنن. نوشته این موجودات خدمتکارای الهه رات هستن، خدمتکارایی که الهه رات رهاشون کرده. ممکنه منظور از الهه رات مالنیای خودمون باشه، معلوم نیست. اینکانتیشن پستردز که همین مایه چسبناکیه که این حشرات ترشح میکنن بهمون میگه این اینکانتیشن و افسون خدمتکارای راته، با این افسون میتونین از خودتون یه مایه چسبناک تولید کنین و به دشمناتون دمیج بدین.
حشرات ضعیفی که توی مناطق آغشته به رات زندگی میکنن از این کار استفاده میکنن، بچه های مامانشون، الهشون. در آخرم آیتم Kindred of Rot Execution رو داریم، تالیسمانی که مال همین حشراته و توضیحاتش میگه این تالیسمان شور و شعف این حشرات رو نشون میده. تالیسمانی که اگه دشمنتون رو تحت تأثیر سم و یا رات قرار بدین، قدرت ضرباتتون رو از چیزی که هستم بیشتر میکنه. حالا اینجاش از زبون خود این حشرات نوشته، میگه رات تقدیم بر الهه رات، ای الهه شکوفه های سرخ، ای الهه‌ای که توی یه سرزمین دیگه سکونت داری، دوباره برگرد پیش ما، بچه هات، بچه هایی که ترکشون کردی. انگار با زبون خودشون دارن خطاب به الهه خودشون حرف میزنن، هنوز دارن میپرستنش. یعنی ممکنه منظورشون از این الهه مالنیا باشه؟ یکم منطقی هست، چرا که مالنیا قبلا شکوفه خودش اسکارلت ایونیا رو در کیلیت باز میکنه و همین باعث میشه کلی حشره ازش به دنیا بیان. مالنیا هم از اینکه قدرت استفاده از رات رو داره اصلا خوشحال نیست، حتی سعی میکنه این قدرت رو یه جورایی مخفی کنه. وقتی مبارزه میکنه سعی میکنه از رات استفاده نکنه توی نبردش. پس این منطقیه که مالنیا بیاد این حشرات رو ترک کنه، چرا که اونو یاد رات میندازن، چون خودشون از رات به وجود اومدن. ولی من یکی فکر میکنم منظورشون از الهه رات مالنیا نیست. بچه‌ها خیلی به نظرم جور در نمیاد، ولی ممکنه منظورشون فاز دوم مالنیا باشه، وقتی که مالنیا قدرت اصلی خودشو دوباره به دست میاره، که بازم فکر نکنم. اولای ویدیو گفتم این الهه رات رو یه جنگجو از سرزمین بازیمون میکنه بیرون، یک شمشیرزن ماهر. این الهه هم به ناچار بچه‌هاشو ترک میکنه، بچه‌هایی که هنوز که هنوزه الهه خودشون، مامان خودشون رو دوست دارن. توی سرزمین بازیمون آیتمی وجود نداره که توی توضیحاتش نوشته باشه بعد از اینکه الهه‌شون این حشرات رو ترک میکنه اینا هنوز میپرستنش، نه. ولی خودمون میتونیم توی جهان بازی یه سری سرنخ پیدا کنیم. منطقه بالای رودخونه رات میتونه کمکمون کنه. حشراتی که از بالای رودخونه رات میان و میتونیم بگیم از منطقه‌ای که مالنیا توشه به وجود اومدن، چرا که اونجا پر از رات، کلیدم همینطور پر از رات، هلیکتری هم همینطور. اونجا که دیگه مالنیا توش حضور داره و 100% رات بیشتری اونجا وجود داره. ولی منطقه گرند کویستر چی؟ منطقه‌ای که پشت رودخونه رات زیر زمین واقع شده، منطقه‌ای که به نظر میرسه خود مالنیا هم تا حالا پا نذاشته توش. توی کلیسای این منطقه میتونیم چند تا از همین حشرات رو پیدا کنیم که انگار دارن الهه اصلی رات رو پرستش میکنن. همونطور که میبینین حرمت این مکان مقدس رو نگه داشتن، مکانی که توش پر از دودای رات، مکانی که کلی از این حشرات توش جمع شدن دوره هم. حالا اگه ما پلیر بیایم همشون رو بکشیم و راه خودمون رو به سمت جلو ادامه بدیم، میتونیم وارد حال اصلی این منطقه بشیم. بعدش میشه در انتهاش یه صندوق رو پیدا کرد و سلاح اسکورپین استینگر رو ازش لوت کرد، سلاحی که حقیقت ماجرا رو واسمون رو میکنه. پس میذاریمش واسه بخش بعدی این ویدیو، چون کارمون هنوز با این حشرات تموم نشده، هنوز کلی راز و اطلاعات دیگه مونده که باید تک تکشون رو دونه بدونه بررسی کنیم. درسته اینا دارن اوترگاد خودشونو میپرستن، ولی متاسفانه قدرت اصلی دست گریتر ویل و گلدن آردره که خیلی هم پاک و منزه نیستن. من قبلا در دو بخش درباره گلدن آردر و مجازاتایی که واسه شخصیتای بازیمون اعمال کرده صحبت کردم. با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهش رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.